سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. جلسه تمرینی امروز تیم ملی پرتغال با هجوم هواداران و زمین همراه شد و لحظات عجیبی برای یاران کریستیانو رونالدو رقم خورد. تیم ملی فوتبال آلمان در بازی افتتاحیه یورو با نتیجه 5-1 اسکاتلند را شکست داد. تیم ملی آرژانتین در آخرین دیدار دوستانه پیش از رقابت‌های کوپا آمریکا با نتیجه 4-1 برابر تیم ملی گواتیمالا به پیروزی رسید. فدراسیون فوتبال انگلیس برای افزایش سهشیرها در یورو 2024 دست به اقدام عجیب زد. قبل از این که بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. تمرین تیم ملی فوتبال پرتغال امروز با آشوب کشیده شد و برخلاف تصور بازیکنان حضور هواداران باعث هرج و مرج عجیبی شد. تیم تحت هدایت روبرتو مارتینز امروز شاهد حضور تماشاگران در کمپ تمرینی پرتغال بود و حدود 8000 نفر حضور داشتند تا این تمرین را از نزدیک نظاره کنند. تکت فروشی این تمرین را یگان بود و به غیر از هواداران که موفق شده بودند بدون پرداخت هزینه های این تکت را دریافت کنند، تعداد هم موفق شدند بدون تکت وارد ورجای گوترسلوا شدند. جو محل تمرین که در ابتدا مملو از هیجان بود و تعداد از جیمی جامپ ها در طول تمرین قبل از اینکه وارد زمین شدند توسط نیروهای امنیتی متوقف شدند. علیرغم تلاش نیروهای امنیتی که برای مهار اوضاع تلاش میکردند، هواداران توانستند به طرز خطرناک به بازیکنان پرتغال نزدیک شوند. پس از 80 دقیقه تمرین که در آن رونالدو هوادارانش را به وجد آورد و بسیار مورد تشویق قرار گرفته بود، حدود 20 تماشاگر وارد زمین شدند. در میان این آشفتگی، کریستیانو رونالدو یکی از بازیکنان بود که طرفداران زیاد به سمت او حرکت میکردند و در این میان یک هوادار موفق شد او را در آغوش بگیرد که توسط نیروهای امنیتی به خارج زمین هدایت شد. یکی دیگر از این جیمی جامپ ها هم موفق شد با او سلفی بگیرد. خوزه‌ها در وزبان پرتغال اقدام قاطعانه انجام داد و وقت متوجه شد نیروهای امنیتی نمیتوانند یک هوادار را دستگیر کنند، چندین متر به دنبال او دوید و او را به زمین زد تا اینتر موجب دستگیری او شود و این تماشاگر به رونالدو نرسید. پس از دقایقی که زیاد هم طول نکشید، نیروهای امنیتی موفق شدند جو تمرین را آرام کرده و شاگردان مارتینز هم به راحتی به رختکن رفتند. نشریه‌های آلمانی مدعی شدند به دلیل اتفاق امروز امکان دارد که تمرینات پرتغال دیگر در این کمپ برگزار نشود. تیم ملی فوتبال آلمان در بازی افتتاحیه یورو 2024 دیشب در ورجگاه آلیانس آرینا از اسکاتلند در گروه A میزبانی کرد و با نتیجه پرگل 5-1 برنده شد. آلمان در این دیدار کاملا برتر از حریف بود و در نیمه نخست 3 گل به ثمر رساند و با توجه به اینکه اسکاتلند در دقایق پایانی نیمه اول یک بازیکن اخراجی داشت، شانس برای بازگشت نداشت و برتری آلمانی ها در نیمه دوم ادامه پیدا کرد و در نهایت به برتری پرگل رسیدند. تیم ملی فوتبال آلمان در ورجگاه آلیانس آرینا بازی میکرد و با گل‌های فلوریان ورتز، جمال موسیلا، کای هاورس، نیکولاس فولکروگ و امره جان برنده شد. استیف کلارک سرمربی اسکاتلند گفت که تیمش باید این شکست را فراموش کند. در 11 تورنمنت مهم گذشته اسکاتلند هرگز فراتر از مرحله گروهی نرفته و شانس آنها برای انجام این کار در تابستان امسال به دلیل نمایش ناگوار مقابل آلمان به خطر افتاد. تونی کروز در نیمی اول دیدار آلمان و اسکاتلند که با برتری مطلق جرمن ها و با نتیجه 3-0 به سود آنها به پایان رسید، عملکرد درخشان داشت و رهبر بلمنازی آلمان در زمین بود. همه درخشش مهندس آلمانی تنها با نقش تاثیر گذارش در گل فلوریان ورتز و شروع حمله منجر به گل دوم خلاصه نمی شود. کافی است به هیت مپ تونی در زمین نگاه کنید. او دائما در میانه زمین حضور داشت تا وظیفه ای که ناگزمن به عهده اش گذاشته را به خوبی انجام بدهد. جمع کردن میانه میدان و پایگذاری حملات به عنوان استراتژیست. ولی در این تصویر مشخص است که کروس مایل به حرکت به سمت محوطه جریمه دارد و نقطه کلیدی پشت محوطه جریمه اسکاتلند دائما در اشغال او بوده است. یک آمار دیگر در نیمی اول بازی نشان می‌دهد کروس چقدر خارق‌العاده کار کرده است. تونی کروس در نیمی اول 55 پاس داد که همین آنها به مقصد رسید. دقت 100% پاسر آلمانی بدون شک باعث شد آلمان روان و با اعتماد به نفس بازی کند. کروس در نیمی اول در دوئل‌ها درگیر نشد و به جز یک دوئل زمینی دیگر درگیری اعضو به بازیکنان حریف نمی‌بینیم، چرا که این وظیفه به عهده دیگر هافبک‌ها گذاشته شده بود و کروس روی وظیفه اصلیش یعنی طراحی استراتژی و پاسری کردن تمرکز داشت. کروس که پیش از این از تیم ملی کشورش خدافیزی کرده بود و چند ماه قبل با اصرار ناگزمن بار دیگر قبول کرد که در رقابت‌های یورو 2024 در ترکیب آلمان حضور داشته باشد، در این بازی هم از ابتدا به میدان رفت و توانست نمایش درخشان ارائه کند. این بازیکن فصل بسیار موفق را در ترکیب ریال مادرید پشت سر گذاشت و به این تیم در کسب دو عنوان قهرمانی در رقابت‌های لالیگا و لیگ قهرمانان کمک کرد و حالا با همان فرم آمادگی راهی آلمان شده است تا بتواند به این تیم کمک کند و امیدوار است که با جام قهرمانی یورو 2024 از دنیای فوتبال خدافیزی کند. این ستاره آلمانی شب گذشته 102 پاس برای هم‌تیمی‌هایش ارسال کرد که در این میان 101 پاس درست بود و به مقصد رسید و به این ترتیب توانست رکورد 99% دقت پاس را از آن خود کند که در این سطح فوق‌العاده و باورنکردنی است. این بالاترین درصد دقت پاس ثبت شده از سال 1980 در رقابت‌های یورو برای هر بازیکن است که بالاتر از 100 پاس ارسال کرده است.
به نظر می رسد که اصرارهای ناگزمن برای حضور او در ترکیب تیم ملی آلمان در این مسابقات بی دلیل نبوده و کروست مصمم است تا تنها جامی که در دوران فوتبالش به دست نیاورده را در این تابستان بالای سر ببرد و با شکوه‌ترین ودای ممکن را داشته باشد. تیم ملی انگلیس برای شرکت در یورو 2024 در کمپ تمرینی خود در بلاکن‌هاین آلمان مستقر شده است. مسئولین فدراسیون فوتبال انگلیس برای اینکه بازیکنان با زمین چمن ورزشگاه ویمبلی لندن احساس راحتی بیشتر داشته باشند، اقدام به انتقال چمن ویمبلی به آلمان کردند. این ابتکار با هدف عادت کردن بازیکنان به شرایط زمین مسابقه ویمبلی و افزایش شانس قهرمانی انگلیس در نظر گرفته شده است. این تصمیم با برنامه‌ریزی دقیق چند ماه قبل از ورود تیم به آلمان گرفته شده است. با داشتن زمین تمرینی مشابه ویمبلی، بازیکنان می‌توانند به راحتی بین تمرین و مسابقات رسمی وقت پیدا کنند. این توجه به جزئیات بخش از استراتژی گسترده فدراسیون فوتبال انگلیس برای کمک به تیم برای کسب اولین جام بزرگ خود از سال 1966 است. شرکت تجهیزات ورزشی هاروارد اسپورت نیز در آماده سازی تیم ملی انگلیس برای یورو 2024 نقش داشته است. این شرکت مستقر در لوستوفت انگلیس سابقه همکاری طولانی مدت با فدراسیون فوتبال انگلیس دارد و وظیفه تامین دروازه‌ها و تجهیزات تمرینی تیم در آلمان را بر عهده گرفته است. مدیر ورزشی و بازاریابی هاروارد اسپورت آقای کوین آتون میگوید: ما در طول مسابقات نیز در محل برگزاری حضور خواهیم داشت و همچنین به تیم ملی انگلیس برای برآورده کردن نیازهایشان کمک کردیم. ما تلاش کردیم تا دروازه‌ها و تجهیزات با استانداردهای مورد نظر سرمربی تیم را به آلمان منتقل کنیم تا در کمپ تمرینی مورد استفاده قرار گیرد. چندین مجموعه دروازه به آلمان فرستاده شده تا بازیکنان انگلیس با آنها تمرین کنند. آخرین باری که مسابقات یورو در آلمان برگزار شد، تیم ملی انگلیس در کمپ به نام بادن مستقر بود و ما هم همین کار را انجام دادیم که احتمالاً بیش از 10 یا 15 سال پیش بود. اولین بازی تیم ملی انگلیس در یورو 2024 مقابل صربستان در تاریخ 16 ژوئن در ورزشگاه آرنا اشپیلکه برگزار می شود. این مسابقه زمین ساز عملکرد تیم در طول مسابقات خواهد بود و به دنبال آن در 10 روز آینده بازی با دنمارک و سلوونیا را در پیش دارند. هواداران انگلیسی امیدوارند که تلاش‌های فدراسیون فوتبال انگلیس نتیجه دهد و هری کین و هم‌تیمی‌هایش بتوانند تا مراحل پایانی مسابقات پیش بروند. تیم ملی فوتبال آرژانتین که خود را آماده حضور در کوپا آمریکا میکند در دیدار دوستانه با مساف گواتیمالا رفت که این بازی دوستانه با نتیجه 4-1 به سود آرژانتین به پایان رسید. ستاره این بازی لیونیل مسی بود که توانست 2 گل به ثمر برساند و 1 پاس گل هم به لاوتارو مارتینز بدهد. مارتینز هم دیگر بازیکن آرژانتینی بود که در این بازی درخشید. او هم 2 گل به ثمر رساند و 1 پاس گل به مسی داد. لیونیل مسی با زدن 2 گل و 1 پاس گل در جریان پیروزی تیم ملی آرژانتین مقابل گواتیمالا خوش درخشید. کاپیتان آلبی سلسته قبل از شروع کوپا آمریکا در حساب رسمی اینستاگرامش نوشت: همه با هم. مسی با 2 گلی که در این بازی به ثمر رساند شمار گل‌های ملی خود را به عدد 108 رساند تا با رکورد گلزنی علی دایی استوره فوتبال ایران برابری کند. اکنون مسی تنها کریستیانو رونالدو را به عنوان بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان در گل‌های ملی پیش رو دارد. این ستاره پرتغالی 130 گل ملی دارد و بعید است که مسی بتواند به این رکورد برسد. مسی 51 گل از این تعداد گل‌های خود را در دیدارهای دوستانه برابر تیم‌های آمریکای جنوبی به ثمر رسانده است تا با رکورد پلی استوره برزیل برابری کند. پس از پیروزی او اطمینان داد که آرژانتین با تمام توان و همان آتش قبل برای کسب قهرمانی رقابت خواهد کرد. مسی گفت: مطمئن باشید ما با تلاش برای ارائه بهترین عملکرد خودمان ادامه می‌دهیم و می‌خواهیم با تلاش در زمین مسابقه به هدفمان دست یابیم. این کار به هیچ وجه آسان نخواهد بود و هر تیمی که برابر ما قرار خواهد گرفت انگیزه مضافه خواهد داشت، اما ما دست از تلاش بنخواهیم کشید. سرمربی آلبی سلسته نیز بعد از این دیدار فهرست بازیکنانش برای حضور در کوپا آمریکا آماده کرده ولی هنوز به بازیکنانش اطلاعی نداده است. تنها نکته این بود که الخاندرو گارناچو ستاره جوان منچستر یونایتد با وجود این که در 2 بازی دوستانه بازی نکرده قطعا در کوپا خواهد بود و اسکلونی این موضوع را تایید کرد. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی کوپا آمریکا و جام جهانی است. آرژانتین در دوره قبل توانست برزیل را در دیدار نهایی شکست دهد و عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. بازی افتتاحیه این رقابت‌ها جمعه در استادیوم مرسدس بنز بین آرژانتین و کانادا برگزار خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.